سلام شاگردای عزیز، با امید از این که همه شما صحتمند باشین، درس روز گذشته را شما خوانده باشین، کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و آماده به درس جدید باشین. البته آمادگی به درس جدید من را داره که شما باید قلم، کتاب، کتابچه و بکس هندسی را با خود داشته باشین. قبل از اینکه اجزا به درس جدید بپردازیم، یک مرتبه درس روز گذشته را به یاد شما میارم. درس روز گذشته ما شما در مورد چی بود عزیزا؟ بله، خاصیت های قطر های متوازی الاضلاع بود که ما شما تای فعالیت های جداگانه او را ثبوت کردیم که قطر های یک متوازی الاضلاع همیشه همدیگر تنصیف میکنن. تکرار میکنم، یعنی قطر های متوازی الاضلاع همیشه همدیگر تنصیف میسازن. درس امروزی که ما خدمت شما پیشکش میکنم عزیزا، موضوعش است قطر های مستطیل است. اهدافی که ما شما در این درس داریم، شما تا ختم درس باید خواص قطرهای مستطیل را بفهمین و شما ثابت کنید که از تقاطع قطرهای مستطیل دو جوره مثلث انطباق پذیر تشکیل می شود. یعنی دو هدف ما شما دنبال میکنیم. برای اینکه به این هدف برسیم، اولتر از همه برای شما یک سوال ورودی را البته طرح میکنیم. شما در این مورد نظرتان را با ما شریک بسازید. در این سوال ورودی ببینید عزیزا، عنوان درس ما قطرهای مستطیل است. گفته در شکل مقابل، یعنی در این شکل، سطح روی میز کدام شکل هندسی را دارد؟ در مورد خواص آن چه میدانید؟ عزیزا، بر شما گفته بودم در درس قبلی که یک مرتبه درس جدید شما مرور کنین. حتما شما مرور کردین، در این مورد شما معلومات دارین. خب بگوین در اینجا ای شکل مقابل سطح روی میز کدام شکل داره؟ بله، شکل مستطیل داره. اینمی در مجموع سطح روی میز شکل مستطیل است. و این دو خط که شما میبینین که از اینجا به اینجا کشیده شده به این ترتیب، هر دوی از این قطرهای مستطیل هستند. قطرهای مستطیل شما حتما اندازه گیری کرده باشین که طول از این قطر با این طول قطر دومی چه رابطه داره؟ آیا با هم مساوی است، مخالف است، چه قسم هستند؟ بله، این دو طول وقتی که شما اندازه کرده باشین با هم چی هستن؟ مساوی هستن و همی قطر ها هم دیگر چی می سازن؟ تنصیف می دادن. چون مستطیل هم یک متوازی الاضلاع است که ما شما درس قبلی را خوانده بودیم که قطر های متوازی الاضلاع هم دیگر تنصیف می کنن. بر از این که ما شما بهتر موضوع را درک کرده باشیم، یک فعالیت ها که ما برای چارت برای شما نوشته کردیم، در اینجا ما شما این فعالیت انجام میدیم و موضوع شما بهتر پی میبریم. ببینید در این فعالیت مستطیل A, B, C, D، یعنی این مستطیل اجزا ببینید A, B, C, D را در نظر بگیریم. بسیار خوب در نظر میگیریم. قطرهای آن را رسم نموده، نقطه تقاطع را ای بنامید. قطرها را رسم میکنم. ببینید اجزا به این ترتیب یک قطر B, C و یک قطر هم رسم میکنم. یک قطر هم اید. قطر را رسم کردیم و گفتن نقطه تقاطع را ای بنامید. یعنی نقطه تقاطع قطر ها سایده. ببینین ای را من میگذارم نامشه ای. به ترتیب مادوار پیش میریم. بعد گفته با در نظر داشت دو مثلث ای سی دی، ای سی دی، یعنی باش توسط مارکر برای شما رنگام کنم که بهتر بفهمین. A, C, D یعنی اینی مثلث است. ببینید خط خطش میکنم که براتون خوب مشخص شود. این مثلث A, C, D و مثلث B, C, D. مثلث B, C, D اینی مثلث. ببینید ایران برای شما ما نشانی میکنم به این ترتیب. البته اینجا که خطا با هم متقاطع میشن، این مشترک از دردش این دو مثلث. گفته با در نظر داشت این مثلث A, C, D و B, C, D شما خانه های خالی را پر کنید. این خانه های خالی را ما شما پر میکنیم. اجزا ببینید حاله. گفته زل DB مساوی به کدام زل است؟ زبالاش خط کشیده. پس شما میفهمین که DB باید مساوی به چی باشه؟ AC باشه. نواشته میکنیم که DB مساوی میشه به AC. قرار اضلاع مقابل
مستطیل. ما شما گفتیم که مستطیل چارزولیش که ارزاش دو به دو با هم هم مساوی است و هم موازی است. زاویه سی مساوی میشه با کدام زاویه است؟ ببینید زاویه سی. زاویه سی ما شما میبینید که اینجا 90 درجه است. چون زوایای مستطیل اقچارش قائم است، یعنی 90 درجه است. زاویه سی وقتی که 90 درجه باشه، زاویه دی را میبینید شما در این مثلث بی سی دی هم 90 درجه است. پس نوشته میکنیم که زاویه سی مساوی میشه با زاویه دی. قرار چی؟ قرار زوایای قایم. دو خالیگاه دیگره یا دو خانه خالی دیگره ما شما خانه پوری میکنیم. گفته در اینجا ضلع مشترک، یعنی کدام ضلع با کدام ضلع مساوی است. ضلع مشترک از یا کدام ضلع هستن؟ ببینین A, C, D این مثلث، یعنی ضلع A, D هم در مثلث A, C, D و هم در مثلث B, C, D مشترک است. پس نوشته میکنم که ضلع C, D مساوی میشه با ضلع C, D. خب حالا با تعقیب ببینیم درباره دو مثلث A, C, D و B, C, D چه میتوان گفت در این مثلث؟ چه شما از چه نتیجه میگیرین عزیزا؟ ببینین در اینجا دو ضلع از این دو مثلث با زاویه مابینشان با هم مساوی است. ما شما قبلا خوانده بودیم که در صورت یک در یک مثلث دو ضلع از زاویه مابینشان با هم مساوی باشه، این مثلث ها چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. وقتی که اینا انطباق پذیر است در روبرش نوشته میکنم که یعنی مثلث A C D اینمی انطباق پذیر است با مثلث B C D، یعنی این مثلث با این مثلث انطباق پذیر است. وقتی که انطباق پذیر باشه پس تمام اعضایش با هم چی میشن؟ منطبق میشن و همچنان زوایایشان. ماده دیگر میگه که آیا B C مساوی به A D است؟ ببینید B C مساوی به A D کمو قدرای مستطیل است، میگه با هم مساوی است. بله مساوی است، بله مساوی است، به خاطر که قطرهای متوازی الاضلاع همدیگر را تنصیف می‌دارند. چون مستطیل یک متوازی الاضلاع است پس قرار از این ای دو طول یعنی دو قطر که عبارت از ای دی و بی سی با هم چی هستن؟ مساوی هستن. نتیجه از این چی نتیجه میگیریم عزیزا؟ نتیجه را نوشته میکنم که نتیجه در یک مستطیل قطرهای آن هم دیگر را نصف می نماید و با هم مساوی می باشند. یعنی نتیجه فعالیت ما شما اجزا به این نتیجه رسیدیم که در یک مستطیل قطرهایش هم دیگر را نصف می کنه به خاطر یک متوازی الاضلاع است و همچنان طول قطرهایش با هم چی می باشند؟ مساوی می باشند. بسیار خوب، این بود فعالیت. بعد از فعالیت ما شما یک مثال عددی را کار میکنیم که در این مثال عددی شما میتونید بهتر موضوع را درک بکنید. ببینید در این مثال، در این مثال گفته در شکل مقابل یعنی اینی شکل که یک مستطیل است A B C D، گفته A D و B C قطرهای مستطیل A B C D میباشند. یعنی ببینید A D و B C قطرهای از این مستطیل هستند. گفته اگر ای دی مساوی به 4 سانتی متر باشد، یعنی اینی طول ای دی 4 سانتی متر باشد، ببینید من نوشته میکنم ای دی 4 سانتی متر است، اینجا من نوشته میکنم یعنی طول ای دی مساوی به 4 سانتی متر است. بسیار خوب، گفته طول بی سی را معلوم کنید، یعنی اینی طول بی سی را شما معلوم کنید که ای طول چند سانتی متر. بیر نجا بسیار ساده است. این مثال مثال عددی است که شما بتونین با اعداد سوالات درست در کنین و همچنان حقانیت فعالیت برای شما چی کنیم ثابت کنیم. در اینجا وقتی که ای دی مساوی به 4 سانتی متر باشه پس ای ای مساوی به چند سانتی متر است؟ ای هم مساوی به 4 سانتی متر است. نوشته میکنم که ای ای طولش ای هم مساوی میشه به چند
4 سانتی متر است. و دلیل از این که این قطره هم دیگر چی میسازن؟ نصف میکنن. نوشته میکنم. قرار تنصیف قطره ها. یعنی قطره هم دیگر وقتی که نصف کنن، پس وقتی که این 4 سانتی متر باشه، پس ای مساوی میشه به چند است؟ ای مساوی به 4 سانتی متر. بسیار خوب. حالا وقتی که طول ایدی را پیدا کنم، به خاطر اینکه برای ما گفته 20 مساوی به چند است، پس ایدی چون مساوی به 20 است، باید من طول ایدی را دریافت کنم. نوشته میکنم که خاطر ایدی ای مساوی میشه. ببینید ای جمع چند؟ جمع ایدی. جمع اید. خب پس طول ایدی را نوشته کردیم که ایدی مساوی میشه با ای جمع ایدی، یعنی ایدی مساوی میشه با دو چنده ایدی میشه. حالا قیمتی ها رو نوشته میکنم. طول ای مساوی با چند است؟ 4 سانتی متر. جمع طول ایدی را در سوال برای ما داده، یا مساوی میشه با 4 سانتی متر. پس هر دوش اگه جمع کنیم، 4 سانتی جمع 4 سانتی متر چند میشن؟ میشن 8 سانتی متر. حالا وقتی که طول AD مساوی میشه به 8 سانتی متر شد، پس BC چون در فعالیت قبلی ما شما خواندیم که طول اقطار یا طول قطرها با هم مساوی است، پس نوشته میکنیم که طول BC ما BC مساوی میشه به AD و مساوی میشه به چند سانتی متر است؟ مساوی میشه به 8 سانتی متر. پس طولی را که از ما شما خواسته بود اجازه ببینید برای شما میره ثبوت کردم. پس وقتی که ما شما طول ایدی را داده باشه، ایده برابر از این چون نصفش است، پس دوباره وقتی که ایدی را پیدا کردیم، ارزش جمع کردیم، بالاخره طول بی سی را چون مساوی به ایدی است نوشته کردیم، بی سی مساوی به ایدی، مساوی میشه با چند شدن؟ 8 سانتی متر. بسیار خوب، این بود مثال مربوطه. امید که شما درس فرا گرفته باشید. ببین اجزا، درس برای شما یک مرتبه خلاص میگم. ما شما عنوان درس ما امروز بود قطرهای مستطیل. گفتیم که قطرهای مستطیل همیشه همدیگر تنصیف میکنه به خاطر اینکه مستطیل یک متوازی الاضلاع است و همچنان طول قطرهای یک مستطیل همیشه با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. البته به خاطر اینکه شما تمرین کرده باشین، موضوع را بهتر درک کرده باشین، کار خانگی که در کتاب شما است، کار خانگی رو ما با شما محول میکنم، این کار خانگی رو شما حل کنید. این کار خانگی شما متشکل از 4 سوال است. سوال اول، دوم، سوم و چهارم. این 4 سوال شما حل کنین و بسیار بسیط و ساده است. کدام مشکلی نیستن. درس بعدی که در روز بعدی خدمت شما پیشکش میکنم، او درس عبارت از قطرهای لوزی یا معین است. این درس یک مرتبه شما تقاضا میکنم که درس یک مرتبه شما مرور کنین، یک مرتبه بخوانینش و تا به درس بعدی شما آماده شوید. تا درس بعدی من خدمت شما حاضر میشم، شما را به علای پاک میسپارم. از توجهتان تشکر.